خب امروز 21 اسفند 1399 میخوام برم سمت بازار. تو فیلمایی هم که دو سال پیش و سه سال پیش از رفتنم به بازار گرفتم، نمیدونم چه جالب بود که آسمون همین شکلی ابری و آفتابی بود. البته امروز یه ذره آفتابی هم نیست. من بعد از یک ساعت تقریبا تونستم جا پارک پیدا کنم و ماشینمو در یک جایی متاسفانه در پشت صحنه میتونید ببینید به صورت غیر استاندارد پارک کردم. نحوه رد شدن از عابر پیاده این شکلیه که شما حقی نداری برای اینکه رد بشی. باید مثل این بازی ها جونتو سیف کنی رد بشی، وگرنه که کشته میشی. من دارم میرسم به خیابون 15 خرداد و دقیقاً سراح گلوبندک اگه اشتباه نگم. آره دیگه درست دارم میرم اینجا چهارراه گلوبندک، سراح هم نیست، از چهارراه گلوبندک دقیقا رسیدم. اینجا میشه 15 خرداد و همون بازار خودمون. امروز 21/12/99. من دو سال پیشم گفتم یکی از مزیت‌های بازار شب عید اینه که شما هر جوری داد بزنی صدا تو هیچکی خریدار نیست، تو صدا گمه، هر کی واسه خودش داره یه دادی میزنه. اینجا یکی از نکات بارزه بازاره. اونتا الان چون تنها هم روم نمیشه این کار بکنم و یعنی دقیقا مثل دو سال پیش فراته بودم بیا مثل داد میزن. این مثلا یه سوی صرفه بود. بله بله مثلا تو این صداها، این صداها مخصوص بازار شلوغی بازار رو همیشه این پشتر من ببینید. خیلی هم هنوز در تعجب هم که چرا یه نفر به این شکل دوربین رو گرفته دسته. لوازم بیا چرا باید لوازم چهارشنبه سوری تو بیاری تو دوربین من؟ مسلم، رستوران مسلم یکی از میشه گفت نقاط گردشگری و جذاب بازار، یعنی خیلی ها به عشق مسلم میان هستن بازار. دو سال پیش دقیقا تو برنامه‌ای که ضبط کردم همینجا وایستاده بودم دقیقا جلو مسلم. گفتم آخرین چیزی که میمیره تو آدمی امیده و خدا رو شکر امید تو دل ایرانی ها هیچ وقت نمیمیره. شما الان میتونید پشتر من این قضیه رو ببینید که چقدر همه با وجود همه سختی ها اومدن و این رونقه رو باز به بازار دادن. واقعا هم همه ماسک دادن، یعنی نمیتونه کسی خورده بگیره که آقا ماسک نزدن. راه شب عید خریدش نمیخوام بکنن دیگه، نمیتونن که خرید نکنن. خب من سال پیش که اصلا هیچی نمیشد بیرون اومد چون قرنطینه بودیم. دو سال پیش همه ما گفتم بوی عید نمیاد، ولی امسال واقعا داره بوی عید میاد. من قشنگ حس میکنم خیلی اینجا تخت من دوربین خاموش میکنم تا برسم به حاج علی درویش. خب من دارم از این سمت میرم که برسم به چای حاج علی درویش. خب این جایی که میشه دوربین آورد بالا راحت میارم و واقعا نمیشه تون جمعیت اصلا حرف زد و دوربین رو که میاری بالا همه دوستان بزنن لف کنه. من گفتم برسید این حوزه میای تو همین راسته چایی حاج علی درویش رو میبینید. آه این چای فروشه کجاست؟ بغل تاسیده. من با هزار ذوق و شوق اومدم چه بیام چایی حاج علی درویش و شما پشت سر من میبینید که چایی حاج علی درویش چی شده؟ تعطیله. اینم شانس مایه.
تو بازار داری میری ناگهان میگه آقا به پا. این آقا به پا رو من تو اون برنامه هم گفتم، اینا انتظار دارن وقتی میگن بهت آقا به پا تو غیب شی، چون اگه نشی یه جوری میزنن ساقای پا تبه میبرن که دیگه میخواستی به پای. آیه دارم من چرا همه امروز دوست دارن ازشون عکس بگیرم؟ اولا که من عکاس نیستم، فیلم بردارم. دوم من چه اصراریه که همه میخوان ازشون یه دونه عکس بگیرم؟ بعد این عکس ازت میگیرم کجا بهت باید برسونم دقیقا؟ پروژه دوم هم با شکست داره مواجه میشه، چون الان از یکی پرسیدم گفت مسجد هم تعطیله و اونجایی که میخواستم برم و نمیگم تا شنبه دوباره بیام و بهتون نشون بدم کجا بود. میپرسه با کی دارم حرف بزنم؟ اینا آدم های پایه و باحالی هم چی؟ اینا آدم های باحالی هم میگه با کی داری حرف بزنی؟ خب جان پرسیده که چه میکنی؟ میخوام بهش توضیح بدم که چیه این. به این کار میگن ولاک. ببین بالاخره خف شدم واسه عکاسی. پرسید با کی داره حرف میزنه؟ من آورد تو مغازش که ازش عکس بگیرم. من الان داشتم میگفتم خب مثلا اینه که میگن عکس بگیر ازمو، خب من کجا باید بهشون عکس رو بدم؟ یه کاری با من کردن، یعنی به 3 دقیقه نشد از اون ور گفتم اینو و الان بهم ثابت شد کجا باید عکس رو بهشون بدم. همینجا ایدراپ کردم براشون. ولی واقعا بچه با حالی هست. دم شما گرم. ما یه رسمی داریم تو چهارشنبه سوری، اینجوری با این نارنجک ها همدیگر رو منفجر میکنیم، هر کی زودتر بمیره میره مرحله بعدی. خب در همین لحظه بازارگردی من به پایان میره. من دیدم بازار تعطیله، کاخ که دیگه تعطیل نیست، البته اینم تا یه ساعت دیگه میبنده. اینم منم. اینجا به جایی که دوربین رو به چرخونه ترجیح دادم که توی آینه کاخ گلستان ازش استفاده کنم. این عکسایی که روی دیوار بود مال سال 1307 بود یکیش، و اون جمعیت دقیقا همینجا وایستاده بودن. و تصور این که اون جمعیت اینجا بودن خیلی جذابه، که دقیقا 93 سال پیش تقریبا اینجا وایستاده بودن جلوی تخت مرمر. از این گلدونا میشه فهمید که بوی عید میاد. خوبم بوی عید میاد.
توی اینستاگرام یه مطلبی میخونم در مورد این سنگی که پشت منه و حکاکی شده به این شکل در اومده. اون کسی که این سنگو درست کرده بوده مثلا 4 سال 5 سال وقت گذاشته بوده، شاید هم بیشتر، و انقدر بهش دستمزدشو کم میدن سکته میکنه و میمیره. نکنه به خدا، ظلم این کارتون. اینجا تالار سلام هم میگفتن تو کاخ اصلیه و من هر سری که میام اینجا عکس با بزرگم و دقیقا با نشونه های خود اینجا ستر میکنم و نگاه میکنم و تصور میکنم اون لحظه رو. یکیش همین ویترینیه که پشت سرمه. اگه فوکوس سیاری بکنه میتونین قشنگ ولی بیشتر میخورده اینجا سالن بازی مافیا بوده، مثلا میشستن میگفتن کی مافیا است، مثلا مافیا چشاشونو وا کنن به این شکل. مثلا بازارگردی رسیدیم به کاخ اصلی گلستان. دیگه واقعا فکر میکنم ویدیو رو باید اینجا به پایان برسونم. نمیدونم چه واقعا یه روز دیگه بیام قسمت چای حاجی درویش رو براتون بگیرم یا نه. میگم اگه نیام بگیرم که از همین تصاویر آرشیوی که سالهای قبل میگرفتم استفاده میکنم. من چون پام درد میکنه دارم مثل شترمرغ میرم پله ها رو پایین و دارم از کاخ اصلی میرم بیرون. خب من بلیط شمس و دماره هم نگرفتم چون اصلا قرار نبودش که میگم بیام کاخ گردی، ولی خب ترکیبی پر رو زدم براتون. الان شمس و نماره همو برنشون دادم. الان هم دیگه فکر کنم یه رو به دیگه هم اینجا هم میبنده کاخ گلستان. بعید ندونم دیگه بیام بازار تا سال تحویل. بنابراین با همین ویدیو در همین لحظه ولاگ بازارگردی اسفند 99 رو هم به پایان میرسونم و دمتون گرم که وقت گذاشتین برنامه رو دیدین. تا سال بعدی